بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم در هر جایی که هستم در پناه خداوند منان باشین. خوشحال هستم که با ویدیوی دیگر در مضمون مدیریت پروژه در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، ضمن بحث‌های قبلی، در تسلسل بحث‌های قبلی، ما امروز روی مفهوم جدید، موضوع جدید صحبت خواهد میکنیم تا شما بتونین از این بس استفاده کرده فهم خود را، دانش خود را نسبت به مدیریت پروژه چکنیم بیشتر کنیم. باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیز، زمانی که شما بخواید مفهومی جدید یاد بگیرین، شما باید تسلسل درس‌های قبلی را گوش بدین، پیش خود نوت پوینت داشته باشین، با استفاده از نوت پوینت با مفاهیم جدید چکنین حرکت بکنین که این تسلسل باعث میشه که فهم شما از مفاهیم چشان بیشتر شد. دوستان، در فصل بعدی ما روی برآورد پروژه صحبت میکنیم. فصل های قبلی رو ما روی ساختار کار کرد، روی خود بخش های متعدد کل پروژه صحبت کردیم، خصوصا مدیریت پروژه های تکنولوژیکی صحبت کردیم. مفاهیم بسیار اساسی رو در بخش مدیریت پروژه ما رویش بحث کردیم. امروز چقدر خوب هست که ما بریم روی برآورد پروژه یا پروجکت استیمیشن یا تخمین پروژه یا برآورد پروژه ما چکنیم صحبت بکنیم. دوستان، شما باید بدانین که برآورد پروژه یک بحث بسیار کلیدی و استراتژیک است در ساختارهای چی پروژه. اگر شما برآورد پروژه را به صورت درستش انجام ندین، ممکن است دچار ورشکستگی در ساختار پروژه شید. پس خوب هست که شما از لحاظ علمی، از لحاظ تجربی، از لحاظ ساختاری، از لحاظ که شما بتونین پروژه را تخمین بزنین یا برآورد بکنین، شما استفاده کنین تا بتونین منافع طول مدت پروژه را چکنین تامین بکنین. خب، درس امروز روی پروژکت استیمیشن هست. دوستان، هدف کلی آشنایی شما عزیزان با برآورد پروژه هست که پروژه از لحاظ زمانی، از لحاظ بودجه، از لحاظ فعالیت ها، وقت گذاری، سایز و امثال اینها چی میکنین برآورد میکنین. که این بحث بسیار بحث مهم هست و امیدوار هستم که در این فصل ما بتونیم این برآورد به صورت دقیق و سیستماتیک پیش ببریم. و امیدوار هستم کسانی که ابهامات در بحث ما وجود داره، اگر ابهامات وجود داشته باشه، شما نیاز دارین که بتونین به کتاب ها و رفرنس های بخشی برآورد پروژه چی کنین مراجعه بکنین. و در اینجا چون سلاید هست، ویدیو هست، ما به صورت مختصر و کوتاه و عمیق رابطه با مفاهیم صحبت میکنیم. و اگر شما نیاز داشته باشین که برآورد پروژه را به صورت تکنیکی و تحلیلی و آنالیز بکنین، شما نیاز دارین که بیشتر مطالعه بکنین. همیشه در پروژه ها مطالعه، تحقیق، کنجکاوی حرف نخست را بزنند. مدیران پروژه، مدیران ارشد همیشه در جهت آموزش هست و یک مدیر موفق کسی است که همیشه از آموزش میبینه، برنامه‌مندی مدیریتی خود، برنامه‌مندی فکری خود میافزاید. خویی بود هدف کلی امروز که روی برآورد پروژه است. هدف آموزشی ما چیست؟ در پایان این فصل شما عزیزان قادر خواهد بودید که با سایز نرم افزار آشنا شوید، سافت‌ور سایز استیمیشن. شما تخمین بزنین سایز یا اما اندازه سافتیر ها را شما بتونین که چکنین تخمین بزنین. فعالیت effort estimation، که چی فعالیت های وجود داره شما چکنین برآورد بکنین. برآورد چیست؟ سایز سافتیر است. برآورد در واقع تلاش هایی که در سطح سافتیر هم فعالیت هاست ما شما چی بکنین مد نظر میگیریم. وقت پروژه هست که تایم استیمیشن، ما بتونیم برآورد چکنیم وقت بکنیم. در واقع تکنیک های مختلف را هم بتونیم در قالب چکنیم توضیح بدیم. یعنی اهداف آموزشی ما در همین محور چی میکنن؟ حرکت میکنن. قبل از اینکه پروژه نهایی شود دوستان، نیاز است تا پروژه از نظر سایز به این اندازه پروژه خرد هست، کلان هست، متوسط است، ما چکنیم شناسایی بکنیم. یعنی پیش از اینکه ما به عنصرهای دیگری برآورد پروژه رو بیاریم، ما نیاز داریم که در این بخش بیشترین فوکس ما روی سایز پروژه باشه. سایز یعنی هدف ما چیست؟ چارچوب خرد بودن و کلان بودن شما چی کنیم؟ تعریف بکنیم، ساختارش رو تعریف بکنیم. فعالیت های مورد نیاز در سطح پروژه ما چی کنیم؟ پیش بینی بکنیم و تخمین بزنیم، برآورد بکنیم. برآورد اندازه، برآورد فعالیت ها و نقطه دیگه قیمت پروژه رو ما بتونیم چی کنیم برآورد بکنیم. دوستان، اگر شما در بجت یا مصرفی که در سطح پروژه میشه دقیق قیمت گذاری نکنین، شما نمیتونید پروژه رو به صورت درست چی کنیم موفق بسازید. پس پروژه‌ای که مصرفش به فرض مثال $100,000 باشن، شما برآوردتان $50,000 باشه، شما از لحاظ برآورد دچار چیستین؟
مشکل هستند. یعنی شما بودجه که مصرفش 100 هزار باشد و 50 هزار شما چی کردین؟ ایره برآورد کردین. پس این برآوردهای ناقص از تجربه ناتکمیل میشه، از عدم علمیت مدیریت میشه که شما در سطح مدیریت بودجه دارید. و زمان برآورد، زمان برآورد پروژه است. و شما وقتی که میخواین که پروژه رو برآورد بکنین، یک مسئله هست که از لحاظ ساختاری خود و کلان بودن پروژه تعریف میکنین و زمانش باید شما در طرح اولیتان چی کنین باید برآورد بتانین. طرح اولیه همان پروژیکت پروپوزل، یعنی پروپوزل چیست؟ پروژه هست. شما در اینجا شما میتونین که زمان بندی پروژه را که فیس به فیس تکمیل میکنین، اینها را هر فیس پروژه را یا هر بخش پروژه را زمان بندی بسیار دقیق بکنین تا مطابق به همین تخمین در مقایسه با ارزش آن پروژه ها اولویت بندی شود. اولویت بندی چی شوند؟ انتخاب شوند. اگر شما این برآورده نکنین، تخمین در سطح اندازه پروژه، فعالیت پروژه، قیمت پروژه و زمان پروژه دقیق تخمین نزنین و به شدت شما دچار چی میشین؟ مشکلات پلانگذاری در سطح پروژه میشین و شما نمیتونید پروژه خود به صورت درست چکنین، تکمیل بکنین. هدف اصلی برآورد دقیق و قابل اعتماد است تا سازمان پس از پذیرفتن پروژه برای اجرای آن مشکلات جدی نداشته باشند. هدف ما چیست از برآورد پروژه؟ ما بتوانیم برآورد دقیق و قابل اعتماد بکنیم دوستان. یعنی اگر برآورد شما دقیق و قابل اعتماد نباشه، وقتی که سازمان پروژه رو که میپذیره، این پروژه رو مطابق چی؟ ساختار پروژه مطابق که ما بتوانیم اعتماد سازی بکنیم، بتوانیم نرخ پروژه را، بتوانیم زمان پروژه را، اینها را ما دقیق نسازیم، برای اجرای پروژه ما دوچار چی میشیم؟ مشکل میشیم. پس هدف اصلی ما در Project Estimations یا برآورد پروژه هست که ما زمان، بودجه، ساختار، فعالیت‌ها، نیازها را چی کنیم؟ برآورد بکنیم. این بسیار یک نکته اساس. دوم، موردی که در برآورد پروژه کمک میکند، ما بتوانیم اینها را به صورت مشخص حالا بحث میکنیم. دوستان باید کوشش بکنن که نکات بسیار اساسی بفهمن. مشخص ساختن بخش هایی که نیاز به برآورد دارن مانند بودجه هست. ما چی نکات را میخواییم برآورد بکنیم؟ شما چون پروژه از بخش های متعدد ساخته شده است و این بخش ها را ما چی کنیم؟ باید برآورد بکنیم. این نکات بودجه هست، زمان هست، منابع هست، ارتباطات و غیره نقاط مشخص است. پس مهمترین محورهای اصلی پروژه که برآورد میشه بودجه هست. بودجه که چه مقدار مصرف را پروژه چی میکنه؟ متقبل میشه. به فرض مثال شما یک پروژه سافت‌ویر دارین، بودجه زیر شما دقیق تخمین زده نمیتونین و یکی ما چه قسم بودجه را تخمین میز برآورد میکنیم یک بحث جداگانه است که انشاءالله در ابتدا میخوریم، ولی فعلا ما روی این نقاط بحث میکنیم. زمان پروژه، در چه زمان این سافت‌ویر شما تکمیل میکنین؟ زمان ممکن است یک ماه باشه، دو ماه باشه، سه ماه باشه. نظر به زمان شما باید چی کنین؟ پلان گذاری بکنین و نظر به زمان باید کار خود اجرا بکنین. منابعی که لازم است، از منابع بشری گرفته تا منابع ساختاری، منابع در واقع مالی، از همه اینها منابع هست که شما چی کنین؟ استفاده بکنین تا بتانین برآورد پروژه رو موفق بسازید و ارتباطاتی که در سطح پروژه شکل میگیره، چی در سطح خارجی و چی در سطح داخلی. نقطه بعدی، مشخص ساختن روش برآورد. ما روی زیم باید مشخصا صحبت بکنیم دوستان که در برآورد پروژه نقش داره. مشخص ساختن روش که از چی روش ما استفاده میکنیم که برآورد بکنیم پروژه ما رو. اکثریت کسان روشی برآورد پروژه را با بعض مشخصات پروژه خلط میکنه، نمیتونه که باز درست برآورد بکنه. مشخص ساختن زمان تکمیل برآورد و مسئول اجرا کننده برآورد، این کسی که مسئولیت میگیره زمان تکمیل برآورد چی کنه؟ مشخص بسازه. دوم، مسئول اجرا کننده برآورد چی کنه؟ باید هم مشخص بسازه. روی اینا صحبت میکنه. مشخص ساختن ارتباط بین وظایف، وظایفی که در سطح پروژه شکل میگیره ما اینها رو چی کنیم؟ باید مشخص بسازیم بین افراد مشخص که در درون پروژه کار میکنه، در ساختارهای پروژه کار میکنه، اینها رو ما چی کنیم؟ روش تفصیل بکنیم. برآورد در پروژه معمولا در تمام دوران پروژه نیاز است. یعنی از نقطه صفری تا که ما پروژه را به نقطه نتیجه چی میکنیم؟ میرسانیم، برآورد وجود داره و شامل حال پروژه هست. در مرحله اول برآورد تقریبی و سپس برآورد دقیق از پروژه صورت میگیرد. در اول ابتدا شما بخصوص در مرحله طرح اولیه یا پروپوزال شما برآورد تقریبی میکنین، تخمین میزنین و سپس به مروری که پروژه در حال حرکت است، به حال تکمیل شدن هست،
تا چی میشه برآورد پروژه چی به صورت دقیق صورت میگیره. به خاطر چی که اکثریت پروژه ها بخصوص در بخش سافت‌ور جدید هست و پروژه های جدید معمولا در جریان اجرای خود در جریان تکمیل شدن خود دچار چالش ها، دچار خطرات، دچار آسیب ها میشن که این باعث میشه که ما نتونیم بعضی مواقع برآورد پروژه را به صورت دقیق چیکنیم انجام بدیم. پس به خاطر که ما پروژه را به صورت دقیق برآورد بکنیم، همین نکات را که ما بحث کردیم شما چیکنین به اینها نگاه بکنید. نقطه بعدی دو سال روش های برآورد هست. ما صحبت کردیم در همین جا یکی بود مشخص ساختن بخش هایی که نیاز به برآورد داره، گفتیم که از بودجه هست، زمان هست، منابع هست و ارتباطات هست ممکن است و غیره چیزهای دیگر هم باشه. مشخص ساختن روش برآورد است که اولین بحث ما حالا روش های برآورد هست که ما از چه روش هایی میتونیم پروژه را چیکنیم برآورد بکنیم، از لحاظ که برآورد پروژه ما که منجر از لحاظ زمانی، بودجه‌ای، از لحاظ منابع، از لحاظ ارتباطات چشان شوند و غیره چیزهایی که وجود داره. از اینکه پروژه ها معمولا جدید است، این مفهوم شما در تتر فکرتان و در پلان های خود داشته باشین که پروژه ها معمولا جدید است. این تو نیست که پروژه های کهنه شما تکرار بکنید، بخصوص در بخش سافت ور. سافت ور ها معمولا جدید ایجاد میشه مطابق به محیط و نوع پروژه، خصوصیات یک پروژه نیست تغییر میکنند. مطابقی که در محیطی که شما تطبیق میکنید، در یک محیط ممکن است یک پروژه یک مدل داشته باشد، در یک محیط دیگه ممکن است یک کمپانی دیگه از چندین مدل پروژه چیکنه استفاده بکنه. به فرض مثال شما برای یک پنتون میخواین سافت ور طراحی بکنین، این سافت ورتون چی میشه؟ از یک لحاظ در اینجا چندین بخش صورت میگیره. مدیریت منابع بشریش هست، مدیریت در واقع امور مسئولانش هست، مدیریت در واقع فاکولتایشان هست، مدیریت بخش مالیشان هست و مدیریت فارغانشان هست. اینها بخش های جداگانه هست که در مدل های مختلف میتونه کار شوند و ممکن است همچون سافت ور در یک شرکت تولیدی متفاوت باشد. پس نظر به محیط پروژه ها تغییر میکنه. سبب میشد که روش برآورد پروژه نیز در پروژه های مختلف متفاوت باشند. یعنی روش های برآورد در پروژه های مختلف متفاوت هست. شما نمیتونید از یک روش برای همه پروژه ها چیکنید استفاده بکنید. پس این یکی از بحث های بسیار اساسی و مهم هست که انشاءالله شما از آن اینها رو در اولویت کارهای خود چیکنید قرار بدید. خب بس ادامه میتیم دوستا، برآورد بالا با پایین است. یک از روش ها در اینجا بس میکنیم، اما یکی از روش های ساده برای برآورد استفاده از تجارب کارهای مشابه در گذشته هست. یعنی یک تیتر پیش زمینه هستن که ما مطرح میکنیم. یک از روش هایست که از تجربه های مشابهی که در همچون پروژه ها شکل گرفته ما استفاده میکنیم. یعنی شما جستجو میکنین یا تیمیتان که همچوش هم شکل مشابه پروژه رو در گذشته اجرا کرده باشه، از این تجربه استفاده میکنین تا بودجه رو چی کنین تخمین بزنین یا برآورد بکنین. دو، اگر روش های گذشته کارا نباشد میتونه از ساختار جدید استفاده نمایید. این ساختار جدید ممکن است متفاوت باشه، شما باید از اینها چی شوین آگاه باشه. ما میتونیم در این دو مفهوم در روش برآورد کردن که از لحاظ ساختاری پروژه متفاوت است، از لحاظ کارکرد پروژه ها متفاوت است، از لحاظ زمان متفاوت است، ممکن است روش های برآوردش هم چی باشن متفاوت باشن که اینها را ما بسیار با دقت در جلسات بعدی چی میکنیم بحث میکنیم تا شما بتونین از زمینه های روش های برآورد استفاده کردن پروژه های سافت ور چی کنیم برآورد بکنیم. دوستا باز هم میگیم دو نوع ساختار وجود داره. یکی ممکن است شما از تجربیات قبلی مشابه خود استفاده بکنید برای تخمین پروژه ها، برای برآورد پروژه ها. نقطه بعدی ممکنه شما از روش جدید استفاده بکنین تا پروژه رو چیکنین برآورد بکنین. این یک مفهوم گسترده هست. به خاطر تحلیل اینها، فهم اینها، ما نیاز داریم که با جلسات بعدی هم چیکنیم ادامه بدیم. دوستان عزیز، بحث امروز یک خلاصه میکنیم تا بفهمیم که در بحث امروز ما روی چه موضوعات بحث کردیم. ما آمدیم رابطه و برآورد پروژه صحبت کردیم یا پروژکت استیمیشن، یک اوورویو کلی دادیم که ما روی سایز نرم افزارها کار میکنیم، فعالیت ها یا افورت استیمیشن است، وقت پروژه هست، وقت یا زمان پروژه هست و همچنان نقاط تکنیکی که در برآورد پروژه ما رو کمک میکنه. گفتیم قبل از اینکه پروژه نهایی شود نیاز است تا پروژه از نظر سایز، فعالیت مورد نیاز، قیمت و زمان برآورد شود تا مطابق آنها ما بتوانیم چی کنیم پروژه تخمین بزنیم، یعنی پروژه را برآورد بکنیم. و چیزی که بسیار مهم بود در این هدف اصلی، برآورد دقیق و قابل اعتماد بود. اگر برآورد دقیق نباشه پروژه ممکن است یا ما در گرفتن پروژه ناموفق شویم یا ممکن است وقتی پروژه رو میگیریم در مصرف بودجه شما دچار کمبودی بودجه شویم، یعنی پروژه را ناقص برآورد کردیم. مواردی که در برآورد پروژه کمک میکرد ما را، یک بودن مشخص ساختن بخش هایی که نیاز به برآورد دارن مانند بودجه،
زمان، منابع و ارتباطات بودن که اینها بحث‌های بسیار بسیار کلیدی و مفهومی در ساختار برآورد پروژه بودن. دو، مشخص ساختن روش برآورد بودن که انشاءالله بحث‌های بیشتری خواهد در اینجا کردیم. مشخص ساختن زمان تکمیل برآورد و مسئول اجرا کننده برآورد است که ما چه کسی را تکمیل میکند و چه قسم اجرا میکند. مشخص ساختن ارتباطات بین وظایف بودن. اینها ما را کمک میکند تا ما بتوانیم پروژه را به صورت درست چی کنیم؟ برآورد بکنیم که یک بحث بسیار مهم و اساسی است. دوستان، روش های برآورد ما صحبت کردیم، گفتیم که نظر به پروژه، نظر به محیط، نظر به ساختار پروژه، ما روش های برآورد هم چی میکنه؟ تفاوت میکنه. نمیشه که از یک روش برای چندین نوع پروژه ما چی کنیم؟ استفاده بکنیم. در اینجا دو مفهوم اساسی شکل میگرفت. یکی از روش های ساده برای برآورد استفاده از تجارب قبلی بود. هم شکل پروژه ها رو ما در گذشته اجرا کرده بودیم، حالا هم میخواهیم از اون تجربه خود برای برآورد پروژه استفاده بود. اگر که کارا نباشه، پروژه جدید باشه، ما میتونیم از ساختار یا روش جدید به خاطر ساخت پروژه، به خاطر برآورد پروژه ها چی کنیم؟ استفاده بکنیم. در ویدیوی آینده و خیر در ادامه بخش های روش های برآورد کار خواهیم کرد و در جلسه امروز شما را به خداوند پاک میسپارم. امیدوارم هر جایی که هستین در پناه الله باشین. خدا یار و نگهدار شما.